درود بر همینان ارجمند، هموطنانی که در نشست‌های پیشین با من شاهین نژاد و دوست ارجمندم شهرام آریان همراه بودند. 4 نشست تقریبا پیاپی داشتیم زیر عنوان چرا سپاه اسلام در ایران کامیاب شد. دلایل شکست ما از مسلمانان در 1400 سال پیش چه بود؟ در 4 نشست پیشین بیشتر بررسی کردیم نظریه ها و تحلیل های، حالا بعضی هاش مغرضانه، بعضی هاش هم غیر مغرضانه، ولی احتمالا نیمبندی رو که در پیوند با این مطلب، با این مطلب بسیار مهم، یعنی دلایل شکست ایران از مسلمان ها عنوان شده بود و بررسی کردیم. گفتیم که چرا برخی از این نظریه ها ایراد داره و صحیح نیست، برخی از اینها پاره شاد از واقعیت رو گفتن و خیلی فاصله داره تا یه پاسخ کامل، و 2-3 مورد هم بود که نکات بسیار دقیق و جالبی و برخی از کارشناسان و تحلیلگران دیده بودن که در ضمن تایید اون کوشیدیم که امروز، یعنی در آغاز نشست پنجم، از بررسی کار گذشتگان برسیم به آنچه که خودمون میخواییم با شما در میون بگذاریم. از میان بررسی تقریبا همه متون در دسترس، از متون عربی بگیرید، متون فارسی، متون مورخان رومی، یه مقدار بین خطوط رو خوندن و یه مقداری تقریبا یه نیم نگاهی هم داشتن به منطق قضیه، مسئله جغرافیایی، مسئله جمعیتی و از این دست مسائل. بنابراین نشست پنجم ما که این نشسته در ادامه خودش در با نشست های آینده در پی این است که بتواند تصویر جامع و کاملی رو برای شما بنگاره از آنچه که رخ داده در 1400 سال پیش. بیش از این که بخواهیم به چگونگی بپردازیم، که البته اونم خب در لابلای سخن بهش خواهیم پرداخت، هدف ما این است که به چرایی قضیه بپردازیم. شهرام گرامی درود و خوشحالم که دوباره در برنامه با هم همراه هستیم. درود بر بینندگان، درود بر تو شاهین جان. میخوای رشته رو ادامه بدم تا اینجا که گفتی؟ آره، بریم داخل بحث بشیم و بعد هر زمانی هم که لازمه، چون معمولا از اسلاید های استفاده میکنیم، میتوانیم که اسلاید رو به نمایش بذاریم و رو اونم باز بیشتر بحث کنیم. اوکی، من سلاید رو نشون میدم. الان دیده میشه؟ بله. اوکی، ما به فهرستی از نام ها پرداخته بودیم. نام هایی که این زمین هایی چیزی نوشتن، گفتن نمونه وار، همه نام ها نبود. فهرست همه کسانی که تو این زمینه چیزایی گفتن بسیار بوده. تو این اواخر هم دوباره شماره بیشتر آمده. ولی من چیز رو رپرزنتاتیو، نمایندوار، نمونوار آوردم و گفتم که اونایی که بیشتر دریافته بودن که چه اتفاقی واقعا افتاده، اونایی بودن که یا مسئله جامعه شناختیش رو صریح‌تر دیده بودن از نظر امکانات انفجاری که در اسلام بود، و نه اون سستی هایی که کلاسیک همیشه در سیستم ساسانی ها میخوان برخی ها ببینن. اون سستی به خودی خود از دیده من نداشت، فقط غافلگیر شد به وسیله یه سیستم انفجاری. این رو برای نمونه من گفتم که کریستیانسن دریافته بود که وقتی شما غارتی رو در ابعاد چند صد هزار نفری سیستماتیک انجام میدید، یک سیستم کلاسیک صنفی با یک دستگاه شوالی مانند از جنگجویان، به ویژه اگه در شرایط فرسوده و خسته باشه که ایران پس از جنگ با روم بود، جنگ 20 ساله، اینو میتونید شما در نوردید و بجوید و ملخوار بخوریدش و این نتونه. حالا ما به جزئیاتش میرسیم چگونه بوده. کریستیانسن فقط کلی بو برده بود که این گونه بوده، یعنی گناهو پیش ساسانیان نمیدید، بلکه در این ابعاد انفجاری که این ایدئولوژی که غارت ورزان پیشوار به هم پیوند میداد، اونو درست فهمیده بود. گلاب از نظر نظامی نخواستین کسی بود که فهمیده بود تقریبا چی شده. سر جان بگت لاب، مامور استعماری انگلیس در خاورزمین که به امور تاریخ
علاقه داشت و چون خودش سرلشکر بود به این امور هم میپرداخت، به امور نظامی تاریخ جنگ علاقه داشت. و بعد نمونه‌ای از الان اواخر مثلا دیوید نیکول که بلکه میونه پاپولار ساینتیفیک تا ساینتیفیک مینویسه، ولی مثلا در برآوردش از جنگ یرموک کوشش کرده به امور جنگ ناشناختوار یا نامتعارف مسلمین بپردازه. اینو مثلا جنگ کر و فری رو خیلی کلی میگن، خواست یه خورده باز کنه احتمالاً چه جوری بوده که ما توی نمونه های موقع ویژه بهش میپردازیم. میریم سر حالا دوباره الان دستگاه توضیحی خودمون. من توی اون رشته گفتار درازی که داشتیم درباره سنجش کلن فرق‌های دگربودی‌های فرهنگ زرتشتی کلاسیک که گفتم به پروتستانت شمال اروپا امروز شباهت داشت و اسلام که یه حالت بسیار بسیار خطرناک شده و گزافروی از حالت ابراهیمی بود که دیگه حالت دقیق پاتولوژیک تبدیلش کرده بود، ما در اینجا گفتم که یک انسان زرتشتی مثل یک انسان پروتستانت امروزی اروپای شمالی کارآمدیش رو من یه چیزی با حدود 4-5 برابر یک مسلمان برآورد میکنم، 5 برابر اگه ما توی نمودار نگاه کنیم. و بعد من گفتم که ولی از اونجایی که با 5% این تواناییش به کارهای دفاعی میپردازه و 95% رو به کارهای افزایش آبادی، دانش، آموختن، گستراندن و اینها، ولی مسلمان با بالای 90% توانایی‌هاش به نابودی دیگراندیش فقط میپردازه. جالبه که اون با این که 20% توانایی این رو داره، ولی آخر سر میزان توانایی‌هاش در نابودی اون یکی بیشتره. ما بخش سبز رو اینجا تو این نمودار من برای گرایش به سازندگی و آموزش اینا گذاشتم و اون نارنجی رو برای ستیزه‌جویی یا نابودی اون دیگراندیش، و ما میبینیم که بخش نارنجی اون زرتشتیه یا اون پروتستانته آخر سر از این مسلمونه که مجموعاً 20% فقط توانایی اونی که داره، ولی بازم کمتره چون همه هست و نیستش رو فقط به نابود کردن دیگری میپردازه. این نمودار رو ما بدهکار بودیم به بینندگان چون همش گفتاری گفته بودیم، من زمان یافتم این رو اینجا پرداختم. مردمزاد همون بلا واسه اینکه دوستان شاید نشستن واژه فارسی کلاسیک برای انسان بود. شهرم جان اینجا من فقط یک پرانتزی هم باز کنم چون مطلب جالبه، میخوام با امروز روزمون هم اینو یه همانندی بدم. امروز ما یک حکومتی در ایران داریم 40 ساله که این حکومت بسیار ناکارآمد و بیکفایته، ولی اون مقداری که مدیریت و کارآمدی داره رو بیشترش رو در مسئله تخریب، ویرانگری، کنترل و سرکوب به کار میگیره. برای همین شما میبینید که خیلی راحت جاهایی رو اداره میکنه، در حال بازوان اختاپوسیش در خارج از کشور کار میکنه، در داخل کشور جنگ روانی انجام میده، به موقع مردم رو تحت تاثیر قرار میده، پای صندوقهای رأی میبره، به موقع جو ایجاد میکنه، یه سری به کربلا میبره. ولی همین حکومت الان 27 سال میخواد یک بزرگراه بسازه از تهران به شمال و این کار هنوز 1/5 انجام نشده، 4 برابر بودجه اولیه را از میان بردن. این حکومت از اون چیزی که هزارهای طولانی به عنوان آبگیرهای گوناگون در ایران بوده، حتی توان نگهداری مثلا چیزی مثل دریاچه رضاییه یا زاینده رود رو نداره. یعنی هر آنچه که در حوزه سازندگی و آبادانی و افزایش ثروت و رفاه مردمه، اینها درش کلن و کاملا ناکارآمد و به هر حال زوال یافته هستند. و هر آنچه که در حوزه کنترل، تخریب مخالف، کنترل رقیب، از میان بردنش، حذف فیزیکیش، حذف اخلاقیش باشه، میبینید که استادانه عمل میکنن و تو این زمینه انصافا یکی از بهترین ها در جهان هستن. من خیلی اینو مناسب دیدم با این دوتا مستطیلی که شما گذاشتی همانند کنم و جمهوری اسلامی دقیقا به مستطیل سمت چپ بسیار شبیه از این زمینه. ما تو برنامه‌های دور درازمون حتی در اون شناسایی بستر فرهنگی به زیر ساختای بنقانونی اکسیوماتیکی مسائل هم پرداختیم، یعنی خواستیم توضیح بدیم که این چگونه است که یه مسلمان علاقه به سازندگی به اون صورت نداره یا کار سخت، استخوان خردکن، سازنده
ولی وقتی امکان این میاد که با دو دستش گلوی دشمنش رو بگیری یا اون دیگراندیش رو و اونو خفه کنه با داد و بیداد و سر و صدا و خشم و اینا لگام گسیخته، اونجا یه همه انرژیش بیدار میشه. در صورت که یک انسان پیشرفتگرا، حالا میخواد این زرتشتی باشه یا پروتستانت، اینجوری نیست. این نام دیگراندیش میفته، اینطور نیست که خون جلو چشمش ببینه و فقط به خاطر با دست خودش خفه کنه. این پیوسته در این اندیشه است که من چگونه میتونم پیشرفت روزافزون رو به بیشترین برسونم و حتی با اون دیگراندیشم یه جوری بسازم. برای همینم هم من عرض کردم که میزان دروغ‌های واقعا لگام گسیخته و عجیب و غریب، از این واژه خوشم نمیاد ولی اینجا به کار میبرم، بی‌شرمانه‌ای که درباره ایران ساسانی ساختن دیگه واقعا سر به فلک میکشه. یعنی اونا که مسیحی‌ها رو دائم استخدام میکردن و به اونا کار میدادن و در کتب تاریخی به عنوان سختگیر در مسائل دینی و اینا سرکوب کرد نامشون به یاد مونده، اون مسیحیایی که یک دونه زرتشتی، یک دونه مشرک کلاسیک رومی یا یونانی تو دستگاهشون تحمل نمی‌کردن، اونا شدن خوبه. درست. این دقیقت یعنی دربار همون اتفاقش عجبه. یعنی تشکیلات دولت روم که یک زرتشتی یا یک گرندیشوش نبود، یک دگرگیشوش نبود، بله، حتی پگان، حتی کسی که به هر حال پیروی آیین‌های بومی اون مناطق بوده، یه نفر تو دستگاه به هر حال دیوان سالاری این کشور نبوده در هیچ جا، ولی برعکسش در ایران میبینیم مرتب هستند و میان و میرن و بین شاهزاده ها حتی هستند، بین کسانی که در گندی شاپور تدریس میکنن، بین ثروتمندا. و این خیلی نمونه خوبی بود شهرام جان از تبلیغاتی که علیه ساسانیان انجام میشه و متاسفانه ذهنهای تنبل و غیر پرسشگر سریع میپذیرن و بیدرنگ منتقل میکنن به نفر بعدی. ما یه گرفتاری هم که داریم این است که افراد معمولا با شنیدن یه چیزی خودشون رو استاد اون تصور میکنن و بلافاصله مطلب رو با دیگران هم در میون میگذارن و اون سمو بیشتر پخش میکنن. بله، من این حالا این دوتا نکته رو نمیخوام به هم در هم آمیخته کنم، مثلا این ترانزیشن یا ترارفت دولت پیش از انقلاب پس از انقلاب رو ما خودمون دخالت ندیم به تاریخ معاصر، ولی نمونهش که مسلمان ها چه انرژی شگفت‌آوری میذارن در بدنام کردن و دروغ گستراندن، این علاقه شگرفی که به دروغ دارن، در دروغ زیستن رو شما در این میبینید که در مدارس و اینها به دانش آموزای ایرانی روزگار پیش از انقلاب رو به سان دوزخ توصیف کرده بودن. هر کسی که از اون دستگاه میمد تفلی چونی ببینش. بعد که این اواخر اینترنت به همه جا دسترسی یافته و ویدیوهای روزگار پیش از انقلاب رو در اینترنت گذاشتن، جوانان ایرانی با چشای از حدقه بیرون آمده نگاه میکنن و میبینن که این جهانی که در حقیقت پر از شادی و آزادی و پیشرفت بوده، این چه ارتباطی داره به اون دروغهای واقعا مالی خولیایی که اینا تو کتب مدرسه‌شون خوندن از دبستان. این انرژی و علاقه اسلام، حالا کلا دینای ابراهیمی ولی شدیدترینشون تو این امور اسلام، به روی یک ساختار از دروغ زندگی رو ساختن. میگم مال اسلام از همه بدتره، حالت پاتولوژیک رسیده، مال اون یکی هم حالت شبه ایدئولوژیک داره، ببینیم مال مسیحی ها، ولی مال اینا دیگه به جنون رسونده کار دروغ رو. بس که در دروغ زندگی میکنه و همه انرژی رو فقط صرف گسترش دروغ و از بین بردن دیگراندیش. یه بارم از خودش نمیپرسه این دیگراندیش که من میخوام از بین ببرم، چون از خود من خیلی پیشرفته تره، من دارم از بین ببرم که چی. یه سیستم جنون مالی خولی هست. حالا بعدا بیشتر دوباره بهش میپردازم. من این نمودار رو ما چون بدهکار بودیم به بینندگان اینجا برنهادم. تصویر سپسین یه مقدار دوباره رسیدگی به این مسئله جنگی کار، توانایی میانگین که ازش سخن رفت و کار کردن در مسئله جنگ. این سرشت این جامعه همبودمان اسلامی، من گفتم که در دو تا ستون کار میکرد. این پیشترها گفته بودیم با نشست ها پیش که مدل جنگش جنگ توتال بوده، یعنی همون 95% از تمام تواناییاش رو فقط صرف از بین بردن دیگراندیش میکنه، چون نه به سازندگی دانش اینا به حمدالله به چی علاقه نداره. این فقط تمام فکر و ذکرش انرژیش فقط در اینه که من چجوری اون یکی رو بکشم، مالش رو بدزدم. این جنگ توتال پدید میاره. 1200 سال پیش از اونی که روانشاد کلاوزویت اینو مطرح کنه تو اون کتاب معروفش فوم کریگه،
به زبان آلمانی که نوشته بود پس از جنگ‌های ناپلئونی که می‌خواست بفهمه موفقیت ناپلئون در چی بوده. حالا چی بوده؟ حالا در مورد ناپلئون میلیون‌ها سطر چیز میز نوشته شده و هر کسی خواسته این دلایل نبوغش و پیش موفقیتش توضیح بده. ولی کلاوزویتس میگفتش که اونا بعد از انقلاب فرانسه، فرانسوی‌ها چون همه کارشون رو در اون جمهوری در حقیقت نوپاشون و پر از انگیزششون، انگیزش در حقیقت ایدئولوژی حالا آزادی بود این بار از خودشون نهاده بودن، تمام جامعه تبدیل به یه ماشین جنگی شده بود که میخواست با آنسیان رژیم ها، یعنی با دولت های مدل کلاسیک همسایه مثل پروس ها، هابسبورگ ها و دیگران انگلیسی ها در بیفته و این تمام کشور رو تبدیل به یه ماشین جنگ کرده بود که وقتی بر سر این اون آدم نابغه به نام ناپلئون نشست، این یه جنگ توتالی پدید آورد که این یه کشور حریف تمام کشور اروپا همزمان میشد، چون فقط با یه درصد پایین اون آنسیان رژیم ها، اون دولت های کلاسیک، دولت های کهن، فقط با یه درصد محدودی، بسیار محدودی از توانایشون به جنگ میپرداختن. این پرنسیپ جنگ توتال بود که ما تو نمودار الان دیدیم. مسئله دومی که ولی ربطی که به ناپلئون روانشاد نداره بیچاره، این مسئله آشفته بودنه، که این آشفته بودن دستگاه های جنگی کلاسیک رومی ها و ایرانی ها رو بسیار فرسود، یعنی گیجشون کرد که یک سیستم جنگی بود مثل یک میلیون ها ملخی که ریختن تو کشورت و هیچ جا تو درست نمیتونی باش طرف بشی، این فقط شب میخوابی فردا هی خبر میاد که نمیدونم 1000 نفر سر بریدن، نمیدونم 200 تا دختر تجاوز کردن و از این حرفا، و اون فرماندار نظامی منطقه اصلا نمیدونی ملخ ها رو کجا پیدا کنه، کجا بکشدشون. حالا یه کسی میپرسه که این جنگ آشفته و عجیب و غریب و بی سر و ته رو که مسلمان‌ها با خودشون آوردن و الگوی همه جنگ شد در خاور نزدیک تا زمان قاجار در حقیقت، یعنی اصلا جهان خاور رو اصلا براشفتن، اصلا از ریشه برکندن و به یه آشفته سرزمینی در آوردن و یه دوزخی به مدت 1000 سال اصلا روان رو آشفته کردن تو منطقه. اون تغییری که اون زمان داشت انجام میشد فقط ربطی به سقوط ساسانیان نداشت، بعدن الگوی تمام 1000 سال آینده شد که اصلا جنگ هم دیگه سر و ته نداشت اون منطقه، همه هم دیگه داشتن شب و صبح فقط میکشتن، سر میبریدن، اصلا سنگ رو سنگ بند نبود، چه در زمان خلفای راشدین، چه بعد امویه، حتی در بخشای بزرگی از عباسیا، نمیدونم دوران روزگار سر آغاز آمدن ترکان سلجوقی، حالا مغولا که اصلا مسئله خودشون بود، این منطقه به این تبدیل شد که هر کی فقط داره یا سر اون یکی رو میبره یا مالش رو داره میدزده تا زمان قاجار، و همه به این عادت داشتن که تمام سرزمین اسلامی باید اینجوری گردانده بشه، این سنگ رو سنگ بند نباشه، همم عصبی، همم آشفته، همم دیوانه. این الگو اونجا اومد برای نخستین بار به خاور میانه که ایران بود، دولت ایران اینجوری نبود، اون زرتشتی اون زمان اینجوری نبودن، آشفته و دیوانه و اینا نبودن، و برخورد کردن با 1 میلیون ملخ دیوانه که اینا رو شب و صبح فقط میکش و میدوز و به بچه‌هاش تجاوز میکنه، اصلا نمیشه جلوش گرفت. و این مدل عجیب و غریب از آشفتگی همراه با جنگ توتال اون دستگاه نظامی رو از پا در آورد که از خودش خیلی کارآمدتر بود. حالا تو جزئیات بهش میرسیم. اون پایین حالا من مثل زرتشتی رو آوردم که از تو متون دینیشون آنچه که برمانده مثلا میشه استخراج کرد، مثلا اینا به جنگ محدود، جنگ کرانمند باور داشتن، فلسفه ازش ساخته بودن که شما جنگ رو باید کرانمند محدود نگهداری که بتونی هر چه زودتر برگردی سر پروژه سازندگی. مگه ما در بوندهش نداری که اهورامزدا اونجا وقت داره میاندشه که من با این اهریمن چه کنم، به این اندیشه میرسه که من از زمان بیکران باید یه زمان کرانمند، یه زمان محدود به تراشم بیارم بیرون، که اون در حقیقت بستر اون زمان 12000 ساله شد، که در این بستر کرانمند من با اهریمن بجنگم که این جنگ پایانی هم داشته باشه، ما برگردیم دوباره سر پروژه سازندگی یا ابزونگی به قول خودشون سپنتایی. یعنی این جنگ داره همین هم هست که ما مثلا در مسئله تعریف رده های اجتماعی در دوره ساسانیان به طور مشخص از همون زمان اردشیر بابکان تا پایان ساسانیان ما به هر حال این رده ها رو داریم، حالا دبیران، سپاهیان، کشاورزان، پیشه‌وران، روحانیون. مطلب مهم این است که ما رده ای به نام سپاهیان داریم، ارتشیان داریم. جالب اینه که شما غیر ممکنه یه همچین مفهومی رو در شبه جزیره عربستان در اون روز به دنبالش می‌رفتید، چون هر کسی چاره‌ای نداشت جز اینکه خودش رزمنده هم باشه.
چون مسئله رزمایش یک شغل نبود، بلکه یک اجبار بود در حقیقت برای بقا، برای ماندن. حالا اگر که تو جنگ‌های رده باشه، خود قبایل هم دیگر میزنن، هم دیگر رو غارت میکنن، هم دیگر به بردگی میگیرن. اگر پیش از اون در پیوند با فشار به یهودیان و آزار اونها باشه، به هر حال چپاول اموال اونها رو به همراه داره. اگر دیگه همه به اصطلاح مسائل حل بشه، اون هنگام هم چنان که گفتی یک ماشین جنگی بیکار و خطرناک طبیعتاً میتواند که بیاید و کامل در جهت ویرانگری یه سرزمین همسایه، حالا نسبتاً همسایه، عمل بکنه. بنابراین این که اصلا ما تعریفی به نام نظامی در میان مسلمانان و اعراب نداشتیم در اون هنگام، خودش یه دلیل بسیار مشخصی است که هر کسی نظامی بوده، چون نظامی بودن با خودش ایجاد درآمد میکرده. به هر حال غارت شهرها و روستاها یا کاروانهایی که مورد حمله اینا قرار میگرفتن، برای اینها بقا و ادامه زندگی رو تضمین میکرده. این یکی دیگه از همون دلایل است که چرا ایرانیان جنگ کرانمند رو میپذیرفتن یا به دنبالش بودن، چون تقسیم وظایفی بود. به هر حال جامعه بخش بزرگش به کارهای غیر نظامی اشتغال داشت، مانند هر جامعه متمدن دیگه. ولی شما جوامعی رو میبینید که نیاز یا الزام زندگی این گونه است که از شما یک، نه تنها یک سرباز، بلکه یک فرد خشن و بسیار ویرانگر میسازه. شما جمعا دو سه نکته فقط اینجا برافزایم. یکی این که این جنگ کرانمند در دو بعد، در دو دورا به قول معروف این اواخر واژه ساختن، کرانمند بود. یکی در این که خود اون دولت ساسانی به پیروی از الگوهای فلسفی دینیش، مثلا مثل خود اهورامزدا، به این باور داشت که زمان جنگ، مکان جنگ باید کرانمند نگه داشته باشه. ما می جنگیم برای دستاوری یک فرجام روشن و محدود سیاسی، و پس از اون که به پایان رسید آنی برمیگردیم سر پروسه تولید. این یه بُعد از کرانمند بودنش بود. و بُعد دوم این بود که در داخل جامعه هم یه جامعه صنفی حرفه‌ای بود که شوالیه‌ها یک صنفی بودن و پیشه‌وران یک صنفی و نمی‌دونم موبدان و اینها یک صنفی، و این قرار نبود که اسلحه دست هر کسی بیفته. و دولت ساسانی هم به این بسیار حساس بود که اسلحه دست هر کس و ناکسی تو جامعه نباشه. میگه این ده موقع به اون ده سر کوچکتر مسئله به جان هم گفتم دیگه میکشن. برای اینکه سطح سیویل، سطح صلحجوی جامعه رو ببرن بالا، این مسئله ای که دست کی به اسلحه بازه بسیار محدود بود، و اون لایه بسیار کرانمند و نازک آرتشداران که دست به اسلحه داشتن، اونا هم تو بخش آموزششون این از پیش برنامه‌ریزی شده بود که از تو یک آموزش معنوی بسیار ژرف هم باید بگذرن، یعنی یک جنگجوی به قول هم عربی امروز متعهد باشه و پایبند باشه به اصول زندگی سیویل، و اینی که فقط یک مسئول برای پدافند از مرزها. این مپس که تو گفتی که عربا کلن همشون تو کار نظامی کرده بودن، الان من یه چند تا چیز اینجا بگم. اینی که خود این دائم دست به اسلحه داشتن همه عرب، چون کارشون غارت بود، اون شغلی کنار همون شبانی و اینها، این بعدن چجوری به داخل اسلام ارث رسید و بعد تبدیل به یه بخش ماندگار از ایدئولوژی شد، این خودش من پس بسیار جالبیه که بعداً یه موقع بهش میپردازیم. چون در حقیقت جامعه اسلام چیزی نیست جز الگوهای زندگی عربی که پیامبر اسلام اینا رو تبدیل به یه ایدئولوژی کرده. مثلا اینا در قبایلشون به جون همدیگه میافتادن، همدیگه رو میکشتن. این قبیله میگفت ما خودی هستیم، اون یکی ها ناخودی هستن، ما میریم اونا رو شب میکشیم، زناشون رو میدوستیم، بهشون تجاوز میکنیم، مالشون هم میخوریم. این کار این قبیله با اون قبیله بود. پیامبر اسلام اومد گفتش که من همه شما رو یه قبیله میکنم، ما از این پس دیگه همه با هم یه قبیله ایم. امت بیریم. آره، امت در حقیقت یعنی اون همون قبیله، در حقیقت حمله ور و غارتگر. و ما میریم، درسته، ما میریم الان یه قبیله بشیم، میریم کشورهای همسایه رو به عنوان قبیله دیگه میخوریم. در حقیقت همین الگوی قبیله بوده که ایشون گسترش داده به همه جامعه. حالا این داستانا سپستر میشکافیم. اینی که اینا همه دست به اسلحه بودن و بعد واسه همینم این جامعه اسلامی اصلا تقسیمات صنفی و سازندگی و اینا اصلا نمیشناخت، چون برآمده از همین جامعه عرب بود که اونم سازندگی نمیشناخت. هر کی یه دونه شطور داشت گونو میچراند،
یه قمم دستش که به امیدی که شب سر یکی رو ببره. به این شد بنیاد در حقیقت تمام اسلام. برای همین هم اسلام اصلا گرایشی به پیشرفت، تقسیم اصناف و اینا اصلا نداره، نمیشناسه اینجور چیزا رو. و اون استعاره که من بار پیش به کار بردم، همه جامعه رو به یه آمیب تبدیل میکنه، یعنی درجه تکاملش اگه تو استعاره زیست شناسی بخوایم بگیم خیلی پایینه، هیچ تقسیم بندی اصناف و طبقات و هیچی نداره. این فقط مثل یه آمیب اون یکی رو میخوره، همینجوری از همه طرفش میخوره تا به استخونش فقط بمونه. یه چیز عجب و غریبیه در حقیقت. دشمن هر گونه تقسیم بندی صنفی و گرایش به پیشرفت، تقسیم کار، اینجور چیزا. فقط در یه مدت من واجد اینی که عربا نظامی بودن، این خود من مشکل دارم، اون نظامی کلاسیک نمیشه نامشون رو گذاشت. اونا در حقیقت ستیزجو بودن، حالا یه خود ساده دلانه تر بگیم در حقیقت غمکش بودن. چون حالا تو بدن توصیف اون جنگ ها میرسیم، معمولا 10 تاشون به زور با هم دیگه جنگجوی ایرانی رو حریف بودن. این نظامی آزموده نبودن که آموزش دیده باشه. توی صفحه بعدی من گفتم برای بینندگان یه بار دوباره اون وضعیت کشورهای اون زمان دوباره به یاد آورده بشه. ما توی خاور داریم ایران ساسانی رو میبینیم با اون بخشای مرکزی ترش که زرده و اون بخشای کرانی ترش که نارنجیه، اونا وابستگیشون به دستگاه مرکزی خورده سست داره. البته مناطق خارزم تو اینجا آورده نشده که اونا زیر فرمان بود تو همون دریاچه آرال، وگرنه کمابیش درسته. تو بخش باختر ما امپراتوری روم رو میبینیم، اینجا الان صدیه ششمه میلادیه، یعنی روزگار جوستینیانه و خسرو انوشیروان، و میبینیم که روم دیگه به خاوری باختری تقسیم شده، یعنی 100 سال 150 سال پیش از این قیصرهای رومی روم رو به باختری خاوری بخش کرده بودن که بهتر بتونن از مرزا پدافند کنن، از یک سو جلوی تهاجم جرمنا، از یک طرف جلوی جنگ با ساسانیا. بخش خاوری اکنون ما میبینیم پاشیده دیگه، اونجا رومی وجود نداره. مثلا ایتالیا برای خودش یه بخشی شده، نمیدونم فرانسه امروز، اون زمان گالیا بهش میگفتن، به دست فرانک ها افتاده، از همونم جرمن بودن دیگه، حقیقت این جرمن ها ریخته بودن تمام امپراتوری رومو خورده بودن، گرفته بودن. این اسپانیا دست گوتای باختریه، واندال ها رفتن ایالت آفریقا رو گرفتن، ایالت کلاسیک رومی آفریقا، حالا موریتانیا به اون بخش شمال باختری میگفتن، و یه بخش دیگری از جرمنا، ساکسون ها، انگل ها رفتن بریتانیا رو گرفتن. امپراتوری روم تو باختر کاملا پاشیده از بین رفته. این دیگه الان 70 سال روم تو باختر از بین رفته در این زمان. دوره برای 450 دیگه گوتای باختری روم رو شکست دادن و بعدش شیرازش هران چون که بود دیگه گسست. توی خاوری ولی ما می‌بینیم که روم خاوری هنوز سر پاشی، همون بیزانس. اون یک دستگاه بسیار پر انرژی بود که از خودش هم در برابر ساسانیا پدافند می‌کرد، هم در برابر دیگر قوم‌هایی که می‌خواستن از بخش باختری بهش رخنه کنن. دقیقاً دستگاه بسیار پرقدرت بود. البته نمیشه دیگه با اون روم کلاسیک مثلا زمان آگوستوس یا نمیدونم تراژان اینا سنجید، خب نسبت به اون زمان دیگه روم فرو نشسته بود، ولی هنوز این یه ابرقدرت شمرده میشد، این بیزانس. این روزگار خسرو انوشیروانه، اونجوری که جهان اون زمان بخشمندی بود. اینجا ما امپراتوری ساسانی رو مثلا در زمان خسرو پرویز میبینیم که میبینیم یه چنگم انداخته برای چند سالی مصر رو اینا رو هم گرفته و توی آسیای کوچکم پیش رفته تا در حقیقت نزدیک دارداننل، حالا با شهرستانهای گوناگونش اینجا یه گزینه این نام ها آورده شده، درست یا نادرست یه مقدارم بیشتر مدش بحث کرد، ولی این در آستانه در حقیقت حمله اسلام بود. این اون جنگ بزرگ 20 ساله بود که خسرو پرویز را انداخت بود واسه اینکه میخواست بیزانس رو یه جا ببلعه و تا این پیشروی های عجیب و غریب هم کرده بود بعدن، ولی هرقل امپراتور بیزانسی ها موفق شده بود که یه لشکری درست کنه و لشکرهای خسرو پرویز رو در 2 تا نبرد اصلی شکست بده، واپس برونه، و ایرانی ها مجبور شدن که این بخش رو به رومی ها پس بدن، خودشون هم خسرو پرویز رو از تخت
زیر کشیدن، محاکمه کردن، اعدام کردن آخر سر، و شیروگه پسرش بر سر کار نشست. این به فرجام این جنگ های 20 ساله که بعد اینجوری در حقیقت ناامیدانه به پایان رسید، یعنی بعد از اون همه جنگ و زحمت و درگیری و زخمای بسیاری که به تنه امپراتوری ساسانی هم برآمده بود، وقتی مجبور شدن به استیتس کو، یعنی همون شرایطی که پیش از آغاز جنگ بود، برگردن، یک احساس فرسودگی خیلی شدید کنار اون فرسودگی واقعی که رخ داده بود از این جنگ جهانی به ایران دست داده بود. بعدش هم که یک تاونی اومد، وضعیت بدی از نظر سیلاب و اینا اومد و اونم جمعیت رو توی منطقه آسورستان، همین عراق امروزی، دوباره کاست و آشوبی در پایتخت بیشتر بیشتر پدید آورد و یه جنگ داخلی تدریجی که پس از شیرویه بر سر قدرت. این وضعیت ایران بود در آستانه حمله مسلمان. البته جالبه شهرم جان که هر هنگامی که جنگ های خیلی مفصلی انجام میشه و به هر حال نظامیان زیادی درگیرن، به ویژه در یک جغرافیای خیلی متفاوت و گسترده، این تا اون سرکلش پیدا میشده. این الان صحبت از اوایل صده هفتم میلادی است که شما کردی، یه 70 سال مثلا عقب‌تر بریم در حدود اواسط یا اواسط رو به اواخر صده ششم میلادی هم تو جنگ های انوشیروان با جستنیان همین اتفاق رخ میده. یعنی ایرانی‌ها موفقیت بزرگی میرسن، حتی انوشیروان میرسه به کرانه مدیترانه و در مدیترانه شنا میکنه به نشانه پیروزی، و بعد که آهنگ حرکت به سوی اورشلیم رو میکنن، چنان این طاعون میان سربازان ایران قتل عام انجام میده که انوشیروان چاره پیدا نمیکنه جز این که برگرده و از اون ناحیه دور بشه. به نظر میاد حالا گرچه فاصله 60-70 ساله تا زمان جنگ های خسرو پرویز و صحبتی که داریم میکنیم، شاید به 50 ساله، ولی این 50 سال دقیقا یک رخداد تلخ برای ایرانی ها تکرار شده، چون هر کدوم از این اتفاقات، از این دوتا تا اون اگر رخ نمیداد، باز شاید به گونه دیگر تاریخ نوشته میشد. موافقی؟ یه سری از بدشانسی ها یا شوربختی ها به هم دست به دست داده بودن. تا اون داستان دقیق تاریخش از نظر دیدگاه تاریخ پزشکی این یه داستان مفصلی داره، من سر یه فرصت دیگه میگم، ولی همین سر زمانها، همین زمانها نخستین بار سر کلش پیدا شده بود که بعدن به سوی باختر اینا گسترش پیدا کرد. در موردش تا به امروز بحث میشه که چجوری پدید اومده، از کجا اومده و اینها، ما الان اینجا نمیشکافیمش فراتر. ولی از خود اون تا اونا و اون سیلاب ها بیشتر اون لشکریانی بودن که کانکریت تو این نبردهای پی در پی کشته شده بودن و صفوف بسیار خالی بود، یا شما وقتی یه بخش بزرگی از شوالیه های با تجربه رو از دست میدی، فقط موضوع از دست رفتن خود اون شوالیه نیست، مثلا یه 70 درصدش از دست میدی، 80 درصدش، بلکه اینا بعدن به عنوان مربی هم در دست تو نیستن که صفوف رو دوباره با سرعت پر کنی. من گمان من بر اینه که یه بار برآورد میکردم، اگه حمله عرب ها 8-9 سال دیرتر آغاز شده بود، هیچ شانسی نمی داشتن. این ترینینگ این صفوف تازه نفس که این نوجوانایی که از اون دستگاه های حالا زورخانه ویژه که اونا داشتن، زورخانه های ویژه پادگانی داشتن برای آموزش آسواری یا شوالیگی، اون اگه فرصت میکرد این صفوف با حالت کلاسیک پر کنه، اونا هیچ شانسی نداشتن. من در اینجا یه نکته هم بگم، نادی که از صدر اسلام مونده که گفتم یه بار آلفرد باتلر هم میگفتش که به اینا اصلا نمیشه اعتماد کرد. ببین آدم، من خودم وقتی که این اسناد رو میخوندم انگام دانشجوی اونها و میدیدم که طبری همی که دیگران نمیگن، طبری اصلا بیشتر اسنادش گسترده تر موندن، که نبردار توضیح میده تو این نبردار وقتی میگه جنگ تن به تن شد، همیشه میگه مسلمان ها پیروز شدن، اگه یک تن با یک تن میجنگیدن، گروهی با گروهی، نمیدونم هر وقتی جنگ در میگرفت زود نمیدونم گفت کفار هزیمت شدن، از این حرف ها اینها.
بعد از طرف دیگه این تناقض رو میدیدم که میگه این پیشروی ها چقدر آهسته بود و با چه درگیری های شدیدی فقط جلو میرفت، تا اینکه بعدا یه بار به خودم گفتم که این نکنه سخن باتلر دوست که همش از پرت و پلاس، این اینا برای خودشون طراحی کردن به عنوان مؤمنینی که داشتن افسانه میپرداختن واسه اینکه این پیروزی ها رو بعدا گلوریفای کنن، یعنی یک جلوه الهی اینا مثلا بهش بدن، فرهمند نشونش بدن. بعد به خودم گفتم شهرام با عقل سلیم این میخونه این چیزایی که اونجا آدم میخونه یا نه؟ بدیم نه، باتلر راست نمیخونه. به شما تصور کن مدل پهلوان کلاسیک که مثلا ما در روزگار همین اواخر داشتیم که اون رو استعاره میشه برداشت که اجتراش مدل سازی کرد، مثلا یک کسی مثل روانشاد تختی. شما تختی رو تصور بکن که از یک مرحله 10 ساله از آموزش زورخانه‌ای گذشته بود تا به اون حالت حقیقت استاد کامل یا پهلوان کامل کار کشتی رسیده بود. حالا شما تصور کن یک مثلا یک داعشی رو شما آوردی که در حقیقت نمودی از همه مسلمانای اون روز که به ایران حمله کرده بودن، وضعیت روحی و برآشفتگی و انگیزش و هر چی اینا. و اینو شما مثلا یه سال کشتی تمرین دادی یا 6 ماه حالا هر امکانی که داشته، یا مثلا کلا همش لاتولوت بوده تو خیابون دعوا می‌کرده، در حد لاتولوتی مثلا درگیری بدنی رو بلده. این آدم اگه با تختی وارد نبرد بشه در استعاره کشتی، این نبرد چجوری تمام میشه؟ به 30 ثانیه نمی‌کشه. درسته. شما فقط یه موقع می‌بینید گردن داعشی شکست. تا اون میمد اصلا جاش از تکون بخوره، این با فنای ویژه اون دستشو میگرفت میپیچوند از پشت کمرش در میاد گردنو میشکند. و شما این استعاره رو اون موقع باید ترجمه کنی دیه با جنگ افسار در دست، چون یه کشتی نیست بلکه پرتاب زوبین و زدن شمشیر و ایناست، ولی کارکردش یکیه. درست. شما یک کسی که 10 سال 12 سال در اون زورخانه های پادگانی، اینا زورخانه های روی زمین داشتن، زورخانه های پادگانی بود، این تمرین دادی که از روی 50 متری 60 متری میتونه 2 نفر با زوبین به هم بدوزه، اینجوری که رومیا توصیف میکردن یه هیولاهایی بودن این شوالیه های ساسانی. خب این داعشی میخواد چیکار کنه؟ این چه معجزه‌ای میخواد در جنگ مردمت علیه این پیاده کنه؟ بعد اون موقع ما میبینیم که این از طرف این عقل سلیم اینو با آدم میگه، چون اونا که فقط تو بیابون بودن، آموزشگاه نداشتن. درسته. بیشترشون هم تازه ریکروت شده بودن، یعنی همین در از این 3-4 سال بعد از جنگ رد و اینورا گفتن آی ایوانا سگ چاوکشه بیاد. خب چاوکشی هم که نشد ارتشتاری، اون حریف این نیست. این مثل که شما الان یه نیوی سیل آمریکایی رو بندازید مثلا به جون چند تا داعشی، میگم که یه دونش چه با دست خالی اونا با دست خالی 8 تا اونا رو حریفه، چه با مسلسل اونا با مسلسل 8 تا اونا رو حریفه، یعنی با هر اسلحه دستش بدی 8 تا اونا حریفه، به خاطر میزان آموزشی که دیده. اول اعصابش رو نمیبازه وقتی کاملا درست. افسون بر این شرم مطلب مهمی که تو ذهنم بود این بود که وقتی متن تاریخ طبری نگاه میکنی درباره هر رخدادی اینگونه میگه که مثلا ولید ابن ربی گفت که مثلا در نبرد قادسیه اینگونه شد من این کار کردم اون کار کردم، یا مثلا طلال ابن مثلا فرض کنید شعبه میگه من در نبرد نهاوند اونجا رفتم وارد اون خاکریز شدم اینگونه شد. در حقیقت روایت های شفاهی اعرابی رو از قبایل مختلف داره میاد مکتوب میکنه طبری، و ما میدونیم که این رجزخانی قبیله‌ای یکی از بایسته های این افراد بوده. در حقیقت این که میگویند در نبرد تن به تن من رفتم و برنده شدم، یا فلانی اومد فلان سردار ایرانی رو زد، که تقریبا همچنان که گفتی تو تمام داستان های این جریان تکرار میشه، بیشتر به نظر میاد همون رجزخانی هایی است که به صورت تاریخ شفاهی شاید هم پاره کتبی به دست طبری رسیده و طبری اینها رو به عنوان سند تاریخی به اصطلاح نوشته و رکورد کرده. همش تخیل و افسانه های خنده داره. داستان اینقدر بوداره که اون سرلشکر پاکستانی بود که گفته اونم تو اون جنون اسلامیش میخواست مثلا بگه خالد بن ولید چه فرماندهی بود، نه اون کتابا نوشته بود اکرم نامش. این بس که دیده بود این داستان مشکوکه، که میگه این عربه اومد اون پهلوان ایرانی رو 2 دقیقه شکست داد، این عربه اومد اون پهلوان 2 دقیقه هم برام پهلوان طبری میگه همش هم پیروزی با این چیز بود، غم کشا بود. خود اونم دیگه بس که
گیت شده بود، چون دیگه نظامی بود، میگه آقا که آدم آموزش ندیده نمیدونه آدم آموزش دیده اینجوری شکست بده. واسه این که یک توضیح منطقی درست کنه که قابل قبول باشه، گفت بود نه، مسلمونا واسه این که میخواستن از نظر روانشناختی دشمن رو مثلا آسیب بدن، یک گروهی درست کرده بودن به نام مبارزون و اینها تمرین داشتند که چجوری مثلا زودتر اون پهلوانا رو بکشن. نه همچین سر واسه نداریم جایی، فکر کنم خیال پرده. نه جان جان رادونه رو یعنی چی؟ چجوری میشه یک کسی رو یک سال دوره داد که یک کس دیگره که 12 سال دوریده زود شکست بده؟ این چه معجزه‌ای میخواد به این یاد بدی توتون دوره؟ اونم نه تو یک مورد، بلکه تقریبا تو تمام جنگ‌های تنبتن. دقیقاً، یعنی اینقدر داستان احمقانه و بودار و مسخره است که اون اکرم چون خودش نظامی بود ولی میخواست این همین تخیلات مذهبی رو بیشتر، اون فهمیده بود این داستان غیر قابل قبوله، اومده بود براش این داستان خنده‌دار از مبارزون رو درست کرده بود. آقا راه معجزه آسا در آموزش نظامی وجود نداره. درسته. مثل شطرنج در کار مغز، مثل نمیدونم بادی بیلدینگ در کار پرورش انداق، مثل دو میدانی، شما کسی رو که 12 سال دوره دیده در 8 ماه نمیتونی ازش جلو بزنی. درسته. کاملا. و سلام نام تمام. بقیهش افسانه است. کاملا. این میگه رفتن مبارزون رو یه کاریشون کرده بودن که 6 ماهه حریف تختی بشه. چه جوری؟ داستان خنده همسایگان پاکستانی ما یه گرفتاری که دارن به شدت ذوب در اسلام هم به گونه ای که عقل رو واقعا تعطیل کردن. همسایه ما هم هستن، عقل در اسلام وجود نداره جان. عقلشون از دست دادن، فقط دنبال جنون ایمان هستن. برای همینم خود طبری گفته بود من داستانا رو یه جوری بسازم که اون هم میهنای ایرونیم که هنوز تن ندادن به اسلام وقتی میخونن ناامید بشن، بگن پس یه چیزی در این مسلمین حلول کرده بوده، نمیدونم ملائکه بوده، یاری الله بوده، هرچی بوده، که مثلا یه غم کششون که 6 ماه دوره دیده به سادگی اون پهلوان 12 سال از پا در میورده. ما چجوری؟ و همین نمونه رو وقتی بگیری، چون طبری گزارش میده میگه همش اینا برنده شدن تو جنگای مردمان، چه جوری این کاری که اینا میخواستن بکنن، ساسانیا استادش بودن، جنگجوهای مردمان برات درست میکنن که یه تن 100 نفر رو حریف بود، نه 2 نفر 3 نفر رو. بله معروفه. دقیقاً تو چه جوری میخوای اونو با 6 ماه دوره ها و یه عجوبه غریب معجزه آسا و شکست بدی؟ میسرم چی اینو که بگیری به عنوان مشتی از خروار، میبینی به بقیه طبری هم در هیچ مسئله اصلی نمیتونیم اعتقاد باور کنی. شهرام جان، یکی دیگه از ایرادهای عجیب و غریب طبری که آدم رو بسیار ناامید میکنه به عنوان تاریخ مستند بهش نگاه کنه، این است که خیلی جاها میگه که آره اینجوری شد، این اتفاق رخ داد و خدا خواست که این اتفاق رخ بده و رخ داد. یعنی دقیقاً به جای اینکه شرایط رو بگه، به جای اینکه به خاطر وضعیتی که پیش اومده دلیل بیاره، منطق رو بگه، آماری بده، صحنه ای رو برای ما تصویر کنه، میگه خب این تیکش دیگه خدا خواست اینجوری شد. و شما توی روایت تاریخ، یعنی رخدادی که در گذشته روی داده، اگر اینجوری عمل بکنی طبیعتا خواننده خیلی مایوس میشه، ناامید میشه که من دارم دنبال مطلب جدی میگردم ولی از این صحبت‌های مامان بزرگی دارن تحویلم میدن. همینم خیلی تاریخ طبری رو به اصطلاح با زنگار اعتقادات اسلامی و ایدئولوژی اسلامی متاسفانه گرفتار کرده. البته طبری غلیظ‌ترینشونه، تو چند تا دیگه هم هست شما نمی‌بینید، ولی طبری میشود گفت که از این نظر پررنگ‌ترینشونه. شاید گرامی الان چقدر زمان داریم؟ زمان تقریبا 1 دقیقه دیگه. 1 دقیقه دیگه. پس من فقط یه نویدی میدم از این که تو بار دیگه ما وارد میشیم به یک فهرستی از نبردهای آغازین که دم، یعنی در بخش دولت زیر دست هیره انجام شد، موقعی که تیسفون تازه نخستین بار خبر بهش رسید که اینجا یک طوفان یا یک خطری در حال آمدنه، نبردهایی که بعدن به
تصرف هیره به دست مسلمونا فرجامید و بعد در پی اون موقع من توی جدول خواهم پرداخت به آمارشناسی، دوباره از تواریخ اسلامی که تا چند میشه بهشون اعتماد کرد و بعد اون موقع میزان تحریف خواهیم دید که دیگه به ثانی از مرز و لگام در رفته که به هیچی نمیشه اعتماد کرد. این اون موقع بینندگان خوشون خواهند دید و اینکه چقدر دشواره از این افسانه های پارسایان، به قول فرنگی هایی که در این باره گفتن مال این تاریخ حسینی مسلمون، که اینا افسانه میبیسن، فقط افسانه پارسایان اینا درست. از درون اون چی میشه اون موقع در آورد. بار دیگه ما به این نبردهای اونور فرات میپردازیم و بعد به نگاه نخستین به این جدول این نبردهای نخستین و آمارشناسیشون. بسیار عالی. خیلی خیلی سپاسگزارم شهرام جان. میتونید اسلاید رو ورش دارید. نشست پنجم بود از سری برنامه‌های دلایل کامیابی سپاه اسلام در تصرف ایران، سلسله نبردهایی که برخلاف تبلیغاتی که کاملا متضاد با حقایق تاریخی انجام شده، دال بر این که مسلمان‌ها خیلی ساده ایران رو گرفتن و همه چی شب فرو ریخت، اصلا به این گونه نبود. نبردهای بسیار خونینی بود، شهرهای ایستادگی کردن و این پایمردی‌ها نباید اینگونه به خاطر تبلیغات ایدئولوژیک نظام کنونی در ایران نادیده گرفته بشه. هم به غرور ملی ما برمیخوره و هم از سوی دیگر خلاف نادرسته و با حقایق ناسازگاری داره. حتما در برنامه آینده این جستار بسیار مهم رو پی میگیریم. چرا جستار مهمه؟ برای اینکه فقط یک رخداد تاریخی نیست، یک مقطع ویژه از تاریخ ایران نیست. 1400 سال پیش در زندگی امروز ما اثر گذاشته، بر روان ما، بر خوی ما، بر منش ما، بر اندیشه ما اثر گذاشته. اگر که امروزمون رو بخوایم درمان کنیم، باید ببینیم 1400 سال پیش چه گذشت، چه تأثیری رو ما گذاشته و این نقاط ضعف کجاست و چگونه می‌شود به سراغش رفت و اگه راه درمانی هست چیست. برای همین ما به این به چشم یک پژوهش تاریخی یا آنالیز تاریخی فقط نگاه نمی کنیم. خیلی مهمتر از اون، این در حقیقت با سرنوشت دیروز و امروز و البته فردای ما گره خورده. شهرام جان بسیار سپاسگزارم و با هم به همیانان بدود بگیم تا فرصت بعدی. روز و شبتون خوش.